با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان، من احسان خاجوی هستم و در این دوره آموزشی قرار نکات تکمیلی و نرم افزاری سو رو به شما آموزش بدم. در بخش اول قرار شما رو با تحلیل های نرم افزاری مرتبط با سو آشنا کنم. در اینجا منظور نرم افزارهای تحلیل ترافیک وبسایت و با تحلیل های سوی مثل نرم افزارهای SEMrush، Ahrefs و مواردی مثل این کاری نداریم. بخش اول اختصاص داره به تحلیل‌های گوگل آنالیتیکس که برای سنجش عملکرد سئو از اونها استفاده می‌کنیم. بخش‌هایی که در اسلاید بعد شما معرفی میشه، بخش‌های عمومیه که برای هر استراتژی سئو، هر وبسایت و هر تحلیلی به اون نیاز هست. اما ممکنه برخی استراتژی‌ها و برخی سئو کارها از تحلیل‌های دیگه‌ای، حتی تحلیل‌های مکمل از گوگل آنالیتیکس یا نرم‌افزارهای دیگه هم استفاده کنن. بخش اول مربوط به اکویزیشن یا ترافیکیه که جذب وبسایت شما میشه. در منوی کاربری گوگل آنالیتیکس ما با داده‌های مربوط به آلترافیکس، برخی از تحلیل‌های سئو و عملکرد ارگانیک سئو وبسایت خودمون رو بررسی می‌کنیم. بخش بعدی مربوط به رفتار کاربران در وبسایت، علل خصوص بخش سایت کانتنت یا محتوای وبسایتی که وضعیت صفحات ما و ترافیک و داده‌های هر صفحه رو میتونه به ما ارائه بده. اما کمی پیشرفته‌تر بخش گولز یا اهداف هست که در اطلاعات این بخش که البته اطلاعاتش رو در بخش‌های دیگه هم میتونیم ببینیم، به ما کمک میکنه تا اهدافی رو تعیین کنیم که برخی از عملکردها و نتیجه‌های سئو رو به وبسایت ما نمایش بده. این سه بخش رو در گوگل آنالیتیکس با هم مشاهده کنیم. ابتدا بخش اکویزیشن و آلترافیکس رو با هم مرور می‌کنیم. همونطور که بیان کردم در این بخش ترافیک کلی از تمام کانال‌هایی که جذب وبسایت میشه رو در اختیار ما قرار میده. کافیه روی چنلز کلیک کنیم تا نمودار و صفحه مشابه این رو ببینیم. احتمالاً با گوگل آنالیتیکس آشنایی دارید و این بخش ها رو من دیگه به شما توضیح نمیدم و مستقیم به سراغ این جدول میریم. در اینجا از کانال های پیش‌فرضی که در آنالیتیکس وجود داره و باعث جذب ترافیک ما میشه اطلاعاتی نمایش داده میشه. گوگل به طور پیش‌فرض تعدادی کانال ترافیک رو در نظر گرفته. ارگانیک سرچ کانالیه که ترافیک گوگل و برخی دیگه از موتورهای جستجو رو برای شما دسته‌بندی می‌کنه. دایرکت کسایی هستن که مستقیماً لینک وبسایت شما رو توی مرورگر تایپ می‌کنن یا اون رو بوکمارک کردن و با کلیک روی اون گزینه وارد وبسایت شما میشن. ریفرال ترافیک یکی از وبسایت‌های دیگه جذب وبسایت شما میشن و سوشال هم ترافیک ورودی از شبکه‌های اجتماعی که در اینجا بهش کاری نداریم. گرچه اگر سئو خوبی داشته باشین در دراز مدت باید به ترافیک دایرکت و ریفرال هم توجه کنید، چرا که تأثیرات خودش رو در اینجا باید نشون بده. اما در حال حاضر بیشتر روی این گزینه کار میکنیم. اما قبلش بهتون یاد میدم که چطور کانال دلخواهی ایجاد کنید تا برخی ترافیک های مد نظرتون چه در زمینه سئو و چه حتی تبلیغات یا روش های دیگه در این بخش تحلیل کنید. برای این کار کافی روی ادمین کلیک کنید تا وارد این صفحه بشید. در اینجا در ستون ویو روی چنل سیتینگز کلیک کنید. دو گزینه در اختیار شما قرار میگیره که ما روی گزینه اول چنل گروپینگ کلیک میکنیم تا بتونیم هم کانال های فعلی رو مشاهده کنیم اگر بخوایم تغییراتی در اونها ایجاد کنیم و هم بتونیم کانال جدیدی بسازیم. خب در اینجا میبینید که کانال‌های پیش‌فرض گوگل تعدادشون بیشتر از چیزیه که مشاهده کردیم. کانال دایرکت، ارگانیک سرچ و سوشال رو که توضیح دادم، کانال ایمیل، ترافیکی که از ایمیل وارد وبسایت شما میشه مثل خبرنامه‌های ایمیلی، افیلیت، شبکه‌های افیلیت نتورک هست، ریفرال هم که مطرح شد، پید سرچ، جستجوی پولی مربوط گوگل ادز، آدر ادورتایزینگ، سایر مدل‌های تبلیغاتی و تبلیغات نمایشی. همه اینها قابل تغییره، هم نام و هم تنظیماتشون. اما ما دو انتخاب پیش روی خودمون داریم. یکی اینکه یک گروه بندی جدیدی برای کانال‌ها ایجاد کنیم یا اینکه همین گروه‌ها و گروه‌های دیفالت رو تغییر بدیم. مثلا اگر شما بخواید کانال دیسپلی رو تغییر بدین و مشخصات شبکه‌های تبلیغاتی ایرانی رو بنویسید، کافیه روی دیسپلی کلیک کنید
در اینجا قوانین مد نظرتون رو بنویسید. قانونی که در اینجا درج شده، قانونی که گوگل به طور پیش‌فرض از شبکه‌های خارجی تشخیص میده. شما میتونید اینجا بر حسب ساده‌ترین روش، مثلا سورس و مدیوم، مشخص کنید که اگر سورس مدیوم شما مثلا شامل نام کاپریلا بود، شبکه تبلیغاتی کاپریلا اون رو در کانال دیسپلی قرار بده. اگر بخواید قوانین دیگه مثل شبکه‌های تبلیغاتی دیگه رو هم بذارید، میتونید از گزینه اور استفاده کنید، یعنی این قانون یا این یکی قانون اگر وجود داشت در دسته‌بندی دیسپلی قرار میگیره. حالا فرض کنید ما میخوایم یک کانال جدید ایجاد کنیم، روی این گزینه کلیک میکنیم، کانال رو به عنوان مثال اسمش رو میذاریم ریپورتاج که مرتبط با SEO باشه. ما میخوایم ببینیم که ریپورتاج های ما آیا ترافیکی به سمت وبسایت ما هدایت میکنن یا خیر. در اینجا میتونیم حالت سورس و مدیوم رو استفاده کنیم یا سورس، فرق نمیکنه، باز به دلخواه شما و به استراتژی شما. اگر سورس و مدیوم ما شامل نام رپورتیج یا هر نامی که ما در UTM لینک همون درج کردیم بود، اون رو با این نام کانال و مثلا رنگ سبز روشن برای ما در لیست کانال هامون نمایش بده. در اینجا میبینید که شما میتونید هر تنظیمات دیگه رو هم استفاده کنید. حتی اگه لینک سازی های خارجی انجام میدید یا بک لینک هایی رو در سایت های خاصی خریداری میکنید، میتونید از این روش یک چنل ترافیک ایجاد کنید و ترافیک اونها رو رصد و تحلیل کنید. قبل از اینکه به تحلیل داده های این بخش بپردازم، باید بگم که اگر از گوگل آنالیتیکس جدید J4 استفاده میکنید، برای مشاهده اون اطلاعات میتونید روی گزینه ریپورت کلیک کنید. سپس از اینجا اکوئیزیشن و اطلاعات دیگه مثل یوزر اکوئیزیشن رو ببینید. در اینجا اطلاعات ترافیک هر به کاربران رو مشاهده میکنید، اما کاملتر میتونید در اینجا هم اطلاعات رو ببینید. جدول رو هم مشاهده میکنید. علت اختلافی که در این آمار و در این آمار وجود داره، با اینکه تاریخ جمع‌آوری آمار یکی هست، به دو دلیل خلاصه میشه. نکته اول اینکه تاریخ درج گوگل آنالیتیکس و J4 در وبسایت مذکور تاریخ یکسانی نبوده، یعنی با اختلاف ثبت شدن، در نتیجه داده‌های مختلفی رو جمع‌آوری کردن. از طرف دیگه J4 بسیار دقیق‌تر و 100% ترافیک رو جمع‌آوری می‌کنه، در حالی که آنالیتیکس معمولاً 100% رو نمیتونه جمع‌آوری کنه. به همین دلیل به نسخه J4ش ارتقا پیدا کرده. مثلا در اینجا مشاهده میکنید که ارگانیک سرچ 6300 یوزر هست، اما در اینجا 4039. حالا فارغ از اینکه عدد چی هست، ما تحلیل کلی رو بررسی میکنیم. در بخش اکوئیزیشن تعداد کاربران و بازدیدهایی که جذب شده نوشته میشه. قطعا هرچی این تعداد بالاتر باشه بهتره. اما تفاوتی بین یوزر و نیو یوزر وجود داره که نیو یوزر کاربرانی هستن که برای اولین بار وارد وبسایت ما شدن. وقتی صفحات جدید ما در گوگل ایندکس بشه و رتبه بگیره یا رپورتاژهای ما در سایت منتشر بشه، کاربران جدید ما افزایش پیدا میکنن. سشن ها به ما نشون میده که کاربران، یعنی 4000 نفر، چند بار وارد وبسایت ما شدن، که در اینجا اختلاف کمه. باید اختلاف رو بتونیم زیاد کنیم تا یک کاربر در طول روز و در چند ساعت چند بار وارد وبسایت ما بشه. اما بخش بیهیویر اطلاعات مهم دیگه رو به ما میده از رفتار کاربران در وبسایت. در اینجا میبینید که نرخ پرش کاربرانی که از گوگل وارد وبسایت میشن کمتر از 23% که رقم بسیار خوبیه. هر چی بونسرت رو بتونیم کاهش بدیم، سوی ما افزایش پیدا میکنه. اما پیج سشن 1.12، یعنی با هر بار ورود به وبسایت به طور میانگین کمتر از 1.5 یا 2 صفحه رو مشاهده میکنن. حالا ممکنه شما بپرسین چرا با اینکه فقط یه صفحه رو مشاهده میکنن نرخ پرش بونسیت 22.3%؟ بونسیت فقط به تعداد صفحاتی که مشاهده میکنن نیست. بونسیت زمانی اتفاق میفته که کاربر
در صفحه حتی اگر 10 دقیقه هم بمونه هیچ کار دیگه ای رو انجام نده، صفحه دیگه ای رو نبینه، روی گزینه ای کلیک نکنه، در حالی که ما میتونیم با تگ منیجر با کمی تنظیمات بعضی از رفتارهای کاربر رو شناسایی کنیم، مثل کلیک روی لینک های داخلی و خارجی، و با تنظیمات تگ منیجر با هر کلیک یک هیت به گوگل آنالیتیکس بفرستیم که نشون بدیم که کاربر یک کاری در وبسایت ما و در صفحه ما انجام داده، پس ترافیک اون رو به عنوان یک بونس شناسایی نکن. خب داده بعدی میانگین مدت زمانیه که کاربران در وبسایت ما حضور دارن. همونطور که میبینید کاربران ارگانیک حدود 2 دقیقه در وبسایت میمونن. برای اینکه ببینید آیا این 2 دقیقه زمان خوبی هست یا نه، میتونید به محتوای صفحاتتون دقت کنید. اگر وبسایت شما یک سایت محتواییه و هر مقاله شما چند هزار کلمه است، پس 2 دقیقه زمان خوبی نیست. چند هزار کلمه رو در 2 دقیقه نمیشه خوند. اما اگر سایت شما محتوایی یا خبری از جنس اخبار کوتاه و اخبار عکس محور متفرقه است که مطالعه هر مطلب زمان زیادی نیاز نداره، پس 2 دقیقه میتونه زمان بسیار مناسبی باشه. اما باز باید این رو افزایش بدید. همونطور که میبینید مدت زمان ترافیک دایرکت و ترافیک ریفرال از 2 دقیقه بیشتره، یعنی کاربران باز میتونن مدت زمان بیشتری رو در وبسایت شما بمونن، یعنی پتانسیل محتوا و صفحات شما بالاتر از 2 دقیقه است. پس باید سعی کنید تا جایی که ممکنه بونست رو کاهش بدین، پیج سشن و اوریج سشن رو افزایش بدین که هر سه این عامل به طور مستقیم در سئوی شما موثره. اما ستون آخر مربوط به کانورژن هست، تبدیل هایی که در بخش گل در قسمت سوم این قسمت بهش میپردازیم. اما ما تبدیل ها و اهدافی رو تعیین کردیم تا ترافیکمون رو دقیق تر آنالیز کنیم. شما بر حسب نوع وبسایت و هدف و رویکردتون میتونید هر هدفی رو تعیین کنید، اما ما در اینجا 3 هدف رو تعیین کردیم. گل 1 کاربرانی که بیشتر از 3 دقیقه در وبسایت میمونن، کاربرانی که بیشتر از 3 صفحه رو در هر بازدید میبینن، کاربرانی که بیشتر از 1 صفحه رو میبینن. خب میبینید که کاربرانی که بیشتر از 3 دقیقه میمونن از طرف گوگل حدود 19%، رقم زیادی نیست. یعنی باید ترافیک گوگل رو هدفمندتر حفظ کنیم تا این عدد افزایش پیدا کنه و به تبع اون این 2 دقیقه رو هم بتونیم افزایش بدیم. هدف دوم کاربرانی که در هر بازدید بیشتر از 3 صفحه رو مشاهده می‌کنن. در اینجا می‌بینید که میانگین بازدید صفحه در هر سشن 1.12. اما این هدف به ما میگه که چه تعداد از کاربران بیشتر از 3 صفحه رو می‌بینن. ترافیک گوگل با نرخ تبدیل 1.71 این اتفاق می‌افته، یعنی از این 4039 نفر 72 نفر فقط بیشتر از 3 صفحه رو مشاهده کردن. این به ما میگه که نویگیشن صفحات ما مناسب نیست، یعنی کاربری که وارد یک محتوا میشه به محتواهای بعدی و مرتبط با علاقه خودش دسترسی خوبی پیدا نمیکنه که به همین خاطر به 2، 3 یا 4 صفحه نمیرسه. یا ما محتوای خوبی که مورد نیاز و علاقه کاربر باشه نداریم، یا اینکه نمیتونیم اون محتواها رو در اختیارش قرار بدیم و این باعث میشه وقتی وارد وبسایت ما میشه مطلبش رو توی 2 دقیقه میخونه و از وبسایت خارج میشه. اما هدف سوم کاربرانی که بیشتر از 1 صفحه رو میبینن، یعنی 2 صفحه، 3 صفحه و الی آخر. خب ترافیک گوگل ما حدود 9.5% نرخ تبدیل داره، یعنی کاربرانی که هدف بیش از 1 صفحه رو محقق میکنن، یعنی حدود 90.5% ترافیک وبسایت ما فقط 1 صفحه رو دارن مشاهده میکنن. در اینجا منظور ترافیکی که از گوگل وارد وبسایت میشه و این هم رقم بسیار بدیه. یعنی ما باید در اسرع وقت برای اون 90%ی که مطالب بعدی ما دسترسی پیدا نمیکنن فکر بکنیم. حالا فرض کنید شما یک فروشگاه اینترنتی دارین و چندین هزار محصول. کاربری که وارد یک محصول میشه و محصولات دیگه رو نبینه، احتمال اینکه از شما خرید کنه بسیار کاهش پیدا میکنه.